مقدار زکات فطر و آیا دادن پول به عنوان فطریه جایز است؟ خواهر ما از ما چنین سوالی کرده است. سوال: زکات فطر چقدر است؟ آیا می توان پس از نماز عید فطریه را داد؟ آیا دادن پول به عنوان زکات فطر درست است؟ پاسخ: الحمدلله. از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است که ایشان زکات فطر را بر مسلمانان فرض گرداند که یک سا از خرما یا یک سا از جو باشد. یک سا یعنی 4 2 کف دست پر از غذا که از نظر کیلویی تقریبا برابر با 3 کیلوگرم است و دستور داد پیش از خارج شدن مردم به نماز یعنی نماز عید داده شود. در صحیحین از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که گفت ما در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را به صورت یک سا غذا یا یک سا خرما یا یک سا از جو یا یک سا از کشک یا یک سا از کشمش می دادیم. برخی از علما منظور از غذای در این حدیث را گندم دانستند و برخی دیگر آن را به معنای هر غذایی می دانند که مردم یک منطقه به عنوان غذای اصلی از آن استفاده می کنند که فرقی نمی کند گندم باشد یا ذرت یا غیر از آن باشد، که همین رأی صحیح‌تر است، چرا که زکات فطر نوعی همدردی از سوی ثروتمندان با فقرا است و واجب نیست که مسلمان با غذایی جز غذای همان سرزمین با فقرا همدردی کنند. اندازه واجب یک سا از اجناسی است که گفته شد یک سا یعنی 4 2 کف دست پر از غذا که از نظر کیلویی تقریبا برابر با 3 کیلوگرم است. بنابراین اگر مسلمان یک سا برنج یا هر غذایی که به عنوان غذای اصلی در سرزمینش استفاده می شود را به عنوان زکات فطر بدهد برایش کافی است. آغاز وقت دادن زکات فطر شب 28 رمضان است، زیرا اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم 1 یا 2 روز پیش از عید زکات فطر را خارج می کردند و یک ماه قمری ممکن است 30 یا 29 روز باشد. پایان وقت ادای زکات فطر نماز عید فطر است، یعنی تأخیر آن تا بعد از نماز عید جایز نیست، زیرا ابن عباس رضی الله عنهما از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده که فرمود هر که پیش از نماز عید آن را ادا نمود پس زکاتی است پذیرفته شده و کسی که پس از نماز ادایش نمود صدقه ای است از صدقات. به روایت ابو داوود، نزد جمهور علما دادن پول به عنوان زکات فطر جایز نیست و این قول از نظر دلیل صحیح‌تر است و بلکه واجب ادای زکات از قضا است، یعنی همانطور که پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش و جمهور امت انجام دادند. از الله متعال خواهانی ما و همه مسلمانان را برای فهم دین و پایداری بر آن یاری دهد.